تکثیر گل‌های پیازی. انواع روش‌های تکثیر گل پیازی. تکثیر گل پیازی با بذر. چنانچه بذرگیری مد نظرمون هست، نباید ساقه‌هایی که شروع به زرد و خشک شدن می‌کنن رو قطع کنیم. برداشت بذرگیری بعضی از گل‌ها تا رسیدن و خشک شدن کپسول بذر ادامه پیدا می‌کنه. به طور مثال در گل نسرین یا آماریلیس که تو این شکل گل نسرین رو مشاهده می کنید، بعد از مرحله گلدهی کپسول تشکیل میشه و داخل اون پر بذر میشه، یا توی این شکل که گل نرگسه به همین صورت و کپسول تشکیل میشه. تو این شکل هم میتونید گل والک رو و بذرهایی که تولید کرده رو به وضوح مشاهده کنید که این اتفاق بعد از خشک شدن گل رخ میده. وقتی که تولید بذر در گیاه میخواد اتفاق بیفته، انرژی و تمام قوت گیاه صرف تولید بذر میشه. پس اگه قصد بذرگیری ندارید، در اون صورت میتونید بعد از اتمام گلدهی نسبت به قطع ساقه هایی که شروع به زرد و خشک کردن میکنن بکنید. برای این کار مخلوطی از خاک برگ و شن شکری یا همون شن سایزرید رو به نسبت 1:1 تهیه کنید و اونو کاملا به هم بزنید و مخلوط کنید و بعد داخل گلدون بریزید. بذر پیاز به خاطر ریز بودن بهتره با 2 برابر وزن خودش با شن شکری مخلوط بشه و بعد در سطح گلدون پخش بشه. این کار باعث میشه پخش بذر توی گلدون به صورت 1 نواخت انجام بشه. مقداری کمپوست و خاک تهیه شده رو توی الک بریزید و بعد اون رو روی سطح گلدون الک کنید. جهت آبوردگی از بذرها میتونید مقداری شن حدوداً 1 لایه به قطر 3 میلیمتر روی گلدون پخش کنید. میتونید در پایان کار هم گلدون‌ها رو توی ظرفی از شن و آب به حدود 2 سانتی متر قرار بدید. تکثیر گل پیازی از طریق پیاز. به منظور تکثیر از طریق پیاز، باید بعد از اینکه اندام هوایی کاملا زرد و خشک شد، پیازها رو از خاک بیرون بیاریم و پیازچه ها رو جدا کنیم و هر کدوم رو به صورت مستقل کشت کنیم. میتونیم هر پیازچه رو در یک گلدونه جداگانه بکاریم و روی اونو با ماسه بپوشونیم و توی محیط تاریکی اونو قرار بدیم و نزدیک فصل گلدهی اونو توی مکان پرنور و گرم منتقل کنیم و پیاز و پیازچه ها رو به صورت جداگونه بکاریم. تکثیر از طریق تقسیم پیاز. به طور مثال پیاز سالم و خوبی مثل پیاز سیکلامن رو تهیه کنید و اون رو به 2 یا 3 قسمت تقسیم کنید، به طوری که هر کدوم از اونها بهره ای از قاعده یا محل رشد داشته باشن. بعد قطعات رو با محلول قارچ‌کش ضد عفونی کنید. سپس قطعات به دست اومده رو روی یک توری سیمی مطابق شکل پهن کنید و برای مدت 48 ساعت در جای گرم و خشک قرار بدید تا بافت پینه‌ای در محل برش ایجاد بشه و بعد اونها رو داخل خاک کمپوست گلدون بکارید. بهتره که زهکش گلدون رو بررسی کنید تا مشکلی نداشته باشه. تکثیر پیاز از طریق چیپس کردن. بعد از زرد و خشک شدن اندام هوایی، پیازها رو از زمین بیرون بیارید و بعد از تمیز کردن پیاز، ریشه اون رو مطابق شکل قطع کنید، به طوری که به محل رشد یا قاعده پیاز آسیبی وارد نشه. بعد پیاز رو مطابق شکل روی یک سطح صاف قرار بدید و با یک چاقوی خیلی تیز و تمیز اونو به 2 قسمت تقسیم کنید. این کار رو یه بار دیگه تکرار کنید و پیاز رو به 4 قسمت تقسیم کنید. این کار رو تا اونجا ادامه بدید که پیاز تبدیل به قطعات چیپس مانند گرد در بیاد، به طوری که هر کدوم از قطعات قطعه ای از قاعده یا محل رشد رو داشته باشن. در نهایت قطعات رو
به مدت 10 تا 15 دقیقه در محلول قارچ‌کش قرار بدید. در این مرحله مقداری خاک ورمیکولایت تهیه کنید و 10 قسمت اونو با آب مخلوط کنید و قطعات رو داخل اون قرار بدید و اونو گره بزنید و در جای تاریک و گرم اکسیژن دار قرار بدید. بعد از طی مدتی مشاهده می کنید که در بین فلس ها و قاعده ها پیازچه هایی ظاهر می شه. در این مرحله اونو داخل گلدونی با کمپوست با کیفیت و خوب بکارید و گلدون ها رو در این حالت در سایه نگهداری کنید. تکثیر پیاز به وسیله برش پیاز. ابتدا فلس های قهوه‌ای رو حذف کنید. ریشه ها رو هم بدون اینکه به نقطه رشد در قاعده پیاز صدمه‌ای وارد بشه حذف کنید. کمی از سر جوانه رو هم قطع کنید و بعد چاقوی تیزی بردارید و در محل قاعده پیاز قرار بدید و سپس اونو به 2 و بعد 4 قسمت تقسیم کنید. به طوری که هر قسمت از پیاز دارای قسمتی از قاعده انتهایی که محل و شروع رشد است باشه. این تقسیم رو تا اونجا که میتونید ادامه بدید. به طوری که هر فلس دارای یک قسمت از محل رشد باشه. البته هر چقدر که جلوتر برید این کار مشکل تر میشه. پس بهتره به تقسیم پیاز به همون 4 قسمت بسنده کنید. چون این کار برای افراد مبتدی هم راحت و آسونه. تکثیر پیاز با روش قاشقی کردن. پیاز سالمی رو انتخاب و با یک قاشق یا چاقوی تیز مثل شکل روبرو قاعده محل رشد پیاز رو بیرون بیارید و اون محل رو به صورت قاشق در بیارید و محل قاعده خارج شده رو حذف کنید و بعد بشقاب یا سینی گرد انتخاب کنید و داخلش شن شکری ریز و آب بریزید و بعد پیازها رو با محلول قارچ‌کش ضد عفونی کنید و مثل شکل روبرو طوری روی شن مرطوب قرار بدید که قاعده به صورت قاشق در اومده به طرف بالا قرار بگیره. هر روز آب سینی رو بازدید کنید. با جذب آب پیازچه هایی در اطراف محل قاشق مانند ایجاد میشه که با کاشت اونها در داخل گلدون پیاز جدید تشکیل میشه. تکثیر پیاز از طریق تهبرداری. این روش از تکثیر برای پیازهایی مثل سنبل استفاده میشه. برای این منظور 2 تا 3 برش کم عمق و قسمت داخلی صفحه پایگاهی زده میشه. در حالی که در روش قاشقی یا اسکوپینگ مرکز صفحه پایگاهی جمع‌آوری و دور ریخته میشد و فقط لبه بیرونی صفحه پای سالم باقی میموند. پس برای انجام این روش با استفاده از یک چاقوی تیز و تمیز 2 تا 3 برش کم عمق به شکل ضربدری یا صلیب مانند ایجاد کنید. سپس سطح بریده شده رو میتونید با قارچ‌کش ضد عفونی کنید و بعد اونها رو به مدت چند ماه در یک مکان گرم، تاریک و مرطوب قرار بدید. معمولاً 3 تا 4 سال طول میکشه که پیازچه ها به گلدهی برسن. از این روش معمولاً در سنبل، نرگس، نجم آبی و غیره استفاده میشه. تکثیر پیاز از طریق فلس. به طور مثال در گل سوسن پیازچه ها مثل سپر به صورت حبه های پن و فلس مانند هستند. برای تکثیر از طریق فلس ابتدا چند فلس خارجی که پوک و صدمه دیده هستند رو حذف کنید. بعد به آرومی فلس های سالم رو از هم جدا کنید. و بعد اون فلس های سالم یا همون پیازچه های جدا شده رو داخل کیسه پلاستیکی بریزید. به منظور ضد عفونی هم میتونید مقدار قارچ‌کش به اون اضافه کنید و به آرومی تکون بدید. در مرحله بعدی پیازچه ها رو از داخل کیسه پلاستیکی بیرون بیارید
و اون رو در بستری مناسب از پیت، شن و خاک برگ قرار بدید. کیسه پلاستیکی حاوی بستر کاشت و فلس ها رو میتونید در درجه حرارت 21 درجه سانتیگراد در جای تاریک برای مدت 3 ماه نگهداری کنید و بعد به مدت 6 الی 8 هفته به یخچال منتقل کنید. بعد از طی این مدت پیازچه ها در قاعده فلس ها شروع به توسعه می کنند. فلس ها در این حالت اگه نرم باشن خود به خود از گیاه جدا می شن. در مرحله بعدی پیازچه ها رو می تونید به صورت انفرادی یا گروهی در گلدون کشت کنید و مقداری شن گندمی به عنوان خاکپوش روی گلدون ها اضافه کنید تا از آب بردگی اونها جلوگیری بشه. بعد گلدون رو به جای گرم و پرنور منتقل کنید. در بهار آینده میتونید گلدونها رو به شاسه سرد ببرید تا بافت اونها کمی سخت‌تر بشه. و بعد توی پاییز پیازچه ها رو جدا کنید و به صورت جدا جدا یا گروهی در جای اصلی خودشون بکارید. تکثیر از طریق پیازچه های ساقه. یکی از روش های تکثیر گل سوسن ازدیاد از طریق پیازچه های اطراف ساقه است که اگر این پیازچه ها بهشون اجازه رشد داده بشه در همون محل تولید ریشه می کنن. بنابراین می تونید اونها رو جمع‌آوری کنید و به عنوان پیاز کشت کنید. برای این کار باید در اواخر تابستون پیازچه های سیاه رنگ تشکیل شده در کنار برگ های بالغ رو برداشت کنید و با دقت اونها رو جمع‌آوری کنید. پیازچه ها رو در گلدون کمپوست و شن بکارید و در جای سرد قرار بدین تا پیازچه ها رشد کنند. سطح گلدون رو میتونید با شن بپوشونید. تکثیر از طریق کشت بافت. در روش کشت بافت، سلول یا بافت گیاهی در یک محیط غذایی مصنوعی کشت داده میشه تا بدین ترتیب از قطعات بافت یا سلول‌های جدا شده گیاه کاملی به وجود بیاد. کشت بافت در گیاهان زینتی عمدتاً سه هدف رو به دنبال داره. در وهله اول باعث میشه تولید سریع تعداد زیادی از گیاهان که از نظر ژنتیکی یکسان هستن میسر بشه و همینطور تکثیر گیاهانی که از روش‌های مرسوم تکثیرشون با مشکل مواجه میشه راحت‌تر انجام بشه. که از این گل‌های پیازی میتونیم سوسن، سنبل و غیره رو نام ببریم. هدف بعدی حذف بیماری ها و تولید گیاهان عاری از بیماریه و در آخر هم تولید ارقام یا ژنوتیپ های جدید با استفاده از روش کشت بافته که میتونه نقش مؤثری در جهت دستیابی کشور به جایگاه واقعی خودش در بازارهای جهانی گل و گیاه داشته باشه.